مرتبه سوم در مشابهش تکرار می شود، آنقدر تکرار می شود که بر می گردد مثل می شود. قرآن چنین نیست. قرآن اولین بار که وارد می شود مثلی که می زند، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء، برای اولین بار نازل می شود و اسمش مثله، نه اینکه قبلا گفته شده. دو مرتبه تکرار شده، مرتبه سوم تکرار شده تا شده مثل، نه، برای اولین بار که میگد مثل است. بنابراین مثل در قرآن چیست؟ جوابی برای این تهیه فرمودید یا نه؟ جوابش این است که مثل دو معنی دارد. یه معنی عرفی دارد، این همون است که شما میگید، یک مطلبی در یک جریانی کلامی گفته میشود، دو مرتبه تکرار میشود، مرتبه سوم تکرار میشود، میشود مثل. یه معنی مثل داریم به معنای تشبیه. مثل در قرآن به معنی تشبیه، به معنی استعاره است، به معنی مجازه. اگر قرآن می‌فرماید ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، تشبیهاتی آوردیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. مثل به معنی تشبیه، نه اینکه در یک واقعه کلامی گفته شده، دو مرتبه در شبیه آن تکرار شده، بار سوم بار چهارم حالت مثل به خود گرفته، نه، به این معنا نیست. مثل در قرآن تشبیه است. الان امروز یه مثالی را خواهیم خواند، یه مثلی را خواهیم خواند که به معنای تشبیه است. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، چرا؟ لعلهم یذکرون، تا از این تشبیهات اینها متذکر بشون، به حقایق پی ببرن. غرض خدا از مثل قصه گویی نیست، نمیخواد مردم را مشغول کند، نه، با این مثل ها میخواد ما را بیدار کند. لعلهم یتذکرون، تا مردم بیدار بشون. بعد میفرماید قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. این مثل ها در ضمن قرآنه. کدوم قرآن؟ عربیان، عربی معنایش آشکار. غیر ذی عوج در قرآن کجی نیست. چرا؟ یا مطابق عقل است یا مطابق فطرت. احکامش مطابق فطرت، معارفش مطابق عقل. غیر از این عوض کجی نیست. چرا؟ کج عبارت از آن است که یا با عقل مخالف باشد و یا با فطرت، اما نه با عقل مخالف و نه با فطرت. قرآن عربی غیر از این عوض لعلهم یتقون. این قرآن در حقیقت یک نوع تأکید ما سبقه. حالا چرا قرآن منصوبه؟ در این باره فکر کنید، البته در این نوشته هم هست قرآن عربی در آشکار غیر از این عوض کجی در آن نیست. چرا؟ یا مطابق فطرت یا مطابق خرد. چرا؟ لعلهم یتقون، تا اینها از بت پرستی بپرهیزن، از پرستش غیر خدا بپرهیزن. این دعایه را گفتیم مقدمه آیه سومه. این دعایه‌ای که الان تلاوت کردم
ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، یعنی تشبیه، مثل یعنی تشبیه، نه مثل مثل اصطلاحی. لعلهم یتذکرون قرآنا، این تمام مثلها در قرآن است که عربی است، یعنی آشکاره، لغز نیست، غیر از ای وجن کجی در آن نیست. لعلهم یتقون، بت را نپرستند. حالا مقدمه مثل سوم، آیه سوم، آیه سوم مثله. من از شما سؤال میکنم قبل از آنی که آیه را بخونیم، فرض کنید دو نفر کارگر است، یک کارگری داریم که فقط یک کارفرما بالا سرش هست، یک کارگری داریم که 10 کارفرما بالا سرشه، کدام بهتره؟ کدام؟ کدام؟ چرا نگاه میکنه بگو کدام؟ اولی. چرا؟ یک سر است و یک سودا. یه آقا بالا سر دارد، تحت نظر او کار میکند، پیش میرود. اما اگر آمدیم یه کارگری هست، 10 کارفرما بالا سرشه، هر کدام یه سازی میزنن، این بنده خدا نمیدوند به ساز کدام برقصه. اولی یه جور میگه، دومی جور دیگر، سومی جور سوم، بنده خدا گیج میشود، گاه بیگاهی عقل خودش را از دست میده. یه مثل، کارگری داریم زیر نظر یک کارفرما، کارگری داریم زیر نظر 10 کارفرما. اولی زندگیش آسان است و آسان، دومی بنده خدا زندگیش بدبخت است و فرسوده. قرآن می‌فرماید، حالا مثل قرآن بیارید آیه را. ضرب الله مثلا، خدا مثلی را می‌زند، یه تشبیه، رجلا فیه شرکا، یه مردی هست چند نفر در آن شریکن. البته من مثال کارگر زدم، قرآن مثال برده را می‌زند. می‌فرماید رجلا فیه شرکا، برده ایست که 10 شریک دارد، 10 مالک. فیه شرکا متشاکسون، هر کدام یه چیزی میگن، هر کدام یه دستوری میدهد. یک برده است، 10 مالک دارد، هر کدام 1/10 این برده را مالکن، اینها با همدیگر اختلاف دارن. یکی و رجلن، یه برده‌ای که سلمن لرجلن، بار یک نفره. هل یستویان مثلا، آیا این دوتا مساویه؟ آیا کسی اولی را بر دومی ترجیح میدهد؟ اولی زیر نظر 10 کارفرما، به قول قرآن زیر نظر 10 مالک، اما دومی زیر نظر 1 کارفرما، زیر نظر 1 مالک، اینها مساویان. میفرماید که هل یستویان مثلا، الحمد لله، بل اکثرهم لا یعقلون. این مثل را زد، این مشبهم به، مشبهش کدومه؟ آقایان میدونید تشبیه 2 چیز لازم دارد، بلکه 3 چیز، مشبه، مشبهم به، وجه شبه. میگم زید مانند شیر است، زید را میگن مشبه، اسد را میگن مشبهن به، شجاعت را میگن وجه شبه. در اینجا مشبهن به گفته شد. کدام؟ 2 غلام است، یکی 10 مالک دارد، یکی 1 مالک دارد. این مشبهن به، مشبهش کدومه؟ که چرا بر این تشبیه کردیم؟ مشرک و موحد. مشرک معتقد است به آلهه، دیگر خدایان زیاد، حتی 360 بت در اطراف کعبه. مشرک خودش را مملوک 10 خدا می دارد، اما موحد خودش را
مملوک یک خدا میدونه. اونها که مشرکن برای جهان آلهه قائلن، ارباب قائلن، میفرماین بر این جهان خدایانی حکومت میکند، هر مشرک بالا سرش ده ها مالک هست. این بدبخت مشرک تقاضای کدام را عمل کند؟ هر کدام یه سازی میزرد. این مشرک زیر دست و پای این آلهه له میشود. اما بخلاف موحد، موحد میگد جهان یک مالک دارد، اون خداست و من هم مملوک او. ببین چه رقم میخواد شرک توحید را جا بیندازه، با مثل میخواد مطلب را بیان کنه. مثل به معنی تشبیه، نه مثل به اون معنایی که گفتم، نه به معنی تشبیه. ضرب الله مثلا رجلا انسان فیه شرکا ان متشاکسون، چند مالکی دارن با هم اختلاف دارن. و رجلا سلمن لرجلین، مملوک یک نفر است. هل یستویان این دو مرد مثلا؟ الحمدلله، بل اکثرهم این مشرکین لا یعلمون، درک نمی کنن. قرآن میخواد با یک مثلهای روشن زشتیهای شرک را بیان کند و جهات حسن توحید را روشن کند. تمام مثلهای قرآن اینه. ظاهرم در قرآن مجید تا اونجا که من شمردم 59 مثل هست. از اول قرآن تا آخر قرآن 59 تا مثل داریم. تمام مثلها جنبه تشبیهی و جنبه بیانی دارد، با یک مسئله محسوس یک مسئله معقولی را بیان میکنه. علما میگن تشبیه المعقول بالمحسوس، یک مسئله عقلانی که آیا این جهان آلهه دارد و من هم زیر نظر آلهه هستم، یا این جهان الهی دارد و من زیر نظر یک اله. این یه مسئله عقلانیه. این مسئله عقلانی را با یک مسئله حسی حل بکند، مسئله‌ای که هم دیهاتی بفهمد، هم فیلسوف بفهمد، هم متکلم و هم بزرگ و هم کوچک. آقا جان بگو ببینم، دو نفرید، یه نفر هست مالکش ده نفره، یه نفر هست مالکش یک نفر، کدام را میپسندی؟ همه بالفطره میگن دومی را، نه اولی. اگر واقعا بالفطره میپسندی، پس در مسئله عقلانی هم این نظر را بگید، انما هو اله واحد، یک خداست، نه اینکه جهان آلهه هایی دارد. از این سایه مطالب روشن شد. از اول بخوانید، ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، در این قرآن مثلهای فراوانی، تشبیهات فراوانی آوردیم، لعلهم یتذکرون، تا از محسوس پی به معقول ببرن. میگه تذکر، در دومی میگه یتقون، در اولی میگه یتذکرون. از محسوس پی به معقول ببرم، از یک مسئله اجتماعی پی به یک مسئله فلسفی و کلامی ببرن. بعد می‌فرماید این مسئله ها قرآن عربی، در قرآن عربی است، غیر از این وجن کجی درش نیست، احکامش مطابق فطرت، معارفش مطابق عقل. اینجا میگن لعلهم یتقون، تا مشرک نشوید، تا از شرک بپرهیزی. این گفت مثال میزند، ضرب الله مثلا. اول میگه در این قرآن مسئله هایی آوردیم، یکی از اون 59 مثل همینه. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا، ده تا آقا بالا سر داره، متشاکسون، هر کدام یه چیزی میگه. و رجلن سلمن لرجلن، هر یستویان
همه میگن لا لا یستویان. اگر در مسئله اجتماعی لا یستویانه، پس در مسئله عقلانی و فلسفی هم بگو لا یستویان. جهان یک خدا دارد و همه جهان زیر نظر یک خدا، این بهتر است یا بگیم هر گوشه از این جهان دست یک اله است که اینها هم با هم اختلافات فراوان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.